درود بر شما دوستان و همراهان عزیز سرانه. اعتراضات به گرانی چند برابری مواد غذایی همچنان در حال گسترش است و شامگاه جمعه 23 اردیبهشت مردم در چند شهر بزرگ ایران از جمله رشت و اصفهان به این اعتراضات پیوستند و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند. طبق ویدیوهای منتشر شده نیروهای امنیتی در برخی از شهرها علاوه بر استفاده از ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور به سمت معترضان تیراندازی کردند. هم اکنون بروجه تیراندازی مامورا به سمت مردم بنازم به غیرت هموطن بنازم مردم و بروجه بنازم 23 اردیبهشت ماه بروجرد. هنوز مشخص نیست آیا در جریان شلیک نیروهای امنیتی افرادی کشته و زخمی شدند یا خیر. رسانه‌های حکومتی روز جمعه در یک اقدام نمایشی تصاویری از بازدید ابراهیم رئیسی از مرکز تره‌بار بهمن در جنوب شهر تهران منتشر کردند، اما تنها چند ثانیه از مکالمه مردمی که برای خرید به این میدان آمده بودند منتشر شد. این مردم همیشه تو همه حالش با شما هستن، که با شما هستن، ما همیشه با شما هستیم. اگر این قضا خواهش مثل موقعی بیان کنم بدادی مردم مردم به هیچ وجه انشالله تا من زنده باشم اجازه نخواهم داد که مردم دچار آسیب از این اشتباهی. همکاران ابراهیم رئیسی آشکارا انتقادات مردم در دیدار با ابراهیم رئیسی را تقطیع و سانسور کرده و تنها اظهار نظر او را منتشر کردند که میگوید تا من زنده هستم اجازه نمیدهم مردم از این طرح آسیب ببینند. اظهار نظری که وعده ای تو خالی و بلوفی بیش نیست، چرا که از زمان سر کار آمدن ابراهیم رئیسی وضعیت اقتصادی مردم هر روز بدتر و بدتر شده و با اجرای طرح گرانی قیمت ها بخش بزرگی از مردم حتی نمیتوانند شکمشان را سیر کنند. همزمان خطیبان جمعه در اقدامی هماهنگ به دفاع از حکومت جمهوری اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی پرداخته و با استدلال‌های مضحک و درآمیخته با دروغ بحران گرانی مواد غذایی را توجیه کردند. در حالی که شعار رضا شاه روحت شاد یکی از شعارهای اصلی معترضان در روزهای اخیر بوده، احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در نماز جمعه تهران مدعی شد مشکلات اقتصادی کشور از دهه 1350 آغاز شده و دولت‌های بعد از انقلاب همگی تلاش کردند تا این مشکلات را حل کنند ولی چندان موفق نبودند. یوسف طباطبایی نژاد نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان که شکمش سیر است و از درد و رنج مردم خبر ندارد، در نماز جمعه این هفته اصفهان یکی از دلایل گرانی و کمبود ماکارونی را خرید این کالا توسط افرادی اعلام کرد که ماکارونی دوست ندارند. خب این باید عوض بشه، این واقعا بی‌عدالتیه. البته توی این عوض شدن های قدیل حرکت هایی هست دیگه، بدون شک یه چیز گرون میشه یه چیز ارزون میشه، مخصوصا که حالا موقعیت ما هم به جای رسته که جنگ بین روسیه و اوکراین است. عزیزان یه چیزی نزدیک 50-60% تغذیه و غذای مردم از این روسیه و اوکراین، یعنی سرزمین اوکراین سرزمین خوبیه، بسیاری از مسائل غذایی از اونجا صادر میشه. حالا اینا با هم جنگ داره. شما اگر دیده باشید تو فیلمایی که نشون میدن تو آلمان، اونا مسکی مثل ما هستن، ما خیال کردیم اونا خود تمدنشون بیشتره که نیست، الحمدلله باز اینم خودش لطفه. فروشگاه رو نشون میده، فروشگاه بزرگ فلان قدری، همه چیزایی که تو دکونا بوده برداشتن رفت. همجوری که الان اینجوره آدمای خودمون این رو واقعا بدونیم مقصریم، ما نمیذاریم کار پیش بره، اصلا ماکارونی نمیخورده شاید. حالا منم خیلی دوست ندارم چون خمیره، اما خب نه این کارمو نکردم. ماکارونی نمیخورده اما داره اینا رفته خریده که نکنه ماکارونی کم بره. بابا یه چیز دیگه میخوره آدم، اینجور نیست که ما الحمدلله همه مغازه‌هامون پره، اینجوری گم بشه و از بین بره و نمیذارن هم اینطور بشه. چرا یه ماکارونی میخوای چند تا میگیری؟ همین دیروز یا پریروز با آقای استاندار
خدمتشون بودیم، گفتن ما روغن اندازه روغن استان رو خب میدونیم، دو برابر امسال دادیم و نیست. چرا؟ این اسمش چیه؟ بی‌تقوایی نیست؟ خلاف انسانیت نیست؟ قطعا ما هم شکی نداشتیم و نداریم که نماینده ای علی خامنه ای ماکارونی دوست ندارد، چون فردی که هر روز میتواند انواع و اقسام گوشت و کباب بخورد قطعا دیگر ماکارونی که به قول خودش خمیر است نمیخورد. اما نماینده ی بیدرد و بیغم رهبر جمهوری اسلامی باید بداند که این خمیر تا چند روز پیش غذای اصلی بخش بزرگی از ایرانیان بود که توانایی خرید برنج را نداشتند، ولی همین خمیر هم از آنها گرفته شد. در ضمن ماکارونی پیش از آن که مردم برای خرید آن به فروشگاه ها هجوم بیاورند، توسط سرمایه‌دارانی همچون رضا مطلبی کاشانی صاحب تک ماکارون و غسال روحانیون ارشد احتکار شده بود. نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان در ادامه سخنرانیش تلویحاً به مردم گفت که مدام به دفترش زنگ نزنند که فلان کالا گران شده، چون همه این موضوع را می‌دانند. یک تنشی به وجود میاد، مدت کوتاهی صبر نکنیم و سر و صدایی بکنیم، آبرو خودمون رو بردیم، آبرو کشورمون رو تأمل هم بکنیم برطرف میشه. قطعا برادران عزیز، خواهران گرامی، همه بشنومن، به خدا اینو بدونید و میدونید. اولا این گرونی ها رو همه میدونن، حالا ای به ما تلفن میزن آقا فلانی گرونه، فلان چیز گرونه، فلان چیز گرونه، بابا دولت هم میدونه، همه میدونن، دارن یه فکر حالش میکنن. البته معترضان در جریان اعتراضات جمعه شب به این اظهارات احمقانه نمایندگان شکمسی رو بیغم رهبر جمهوری اسلامی با شعارهای تند خود واکنش نشان دادن. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، کامنت بذارین و لینک ویدیوهای ما رو برای دوستانتون هم بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین، لطفاً روی کلید جوین کلیک کنید.